سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان و طلاب محترم، مباحث ما در مورد مباحث صرف رسیدیم به بحث تقسیمات کلمه که امروز انشاءالله شروع میکنیم. بحث تقسیمات کلمه با توجه به حروف اصلی، عرض کردیم که کلمه حتما یه حروف اصلی داره و ساختمان اصلی داره، احیانا زائدی هم داره، شاید هم زائدی نداشته باشه. ما این تقسیماتی که امروز برای کلمه ذکر میکنیم که کلمه یا اینه یا این تقسیمات به اعتبار حروف اصلی اون کلمه است. حرف زائد ملاک ما نیست. سه تا تقسیم انشاءالله ذکر میکنیم. تقسیم اول میگیم کلمه یا صحیحه یا معتله. کلمه صحیح در اصطلاح علم صرف به کلمه‌ای گفته میشه که یکی از، یعنی هیچ کدوم از حروف اصلی آن حرف اله نباشه. ما در کلام عربی سه تا حرف داریم که در اصطلاح بهش میگن حرف اله. حروف اله سه تان، یا واو و یا الف. این سه تا حرف رو در اصطلاح علم صرف بهش میگن حرف اله. البته واو و یا بعضی وقتا اصلی هستن، بعضی وقتا از چیز دیگه تبدیل شدن. مثلا ما در جلسه وزن و باحث وزنی گفتیم سید، اون یاش اصلش از واو منقلب شده، اصلش واو بوده، مهم نیست. یا هم همینطور، شاید اصلی باشه مثل بیعه، یا اصلیه، شاید هم از واو قلب شده. اما الف همیشه منقلبه در اون کلماتی که ما البته بحث میکنیم، در فعلها، در اسمهای معرب الف هیچ وقت حرف اصلی کلمه اصلی اصلی نیست، حتما از یه چیزی تبدیل شده. در هر حال این حروف با اسم حروف اله در علم صرف شناخته میشند، واو و یا و الف. خیلی خوب، حالا اگه یه کلمه حرف اصلی، باز تکرار میکنم که در تقسیمات کلمه گفتیم با توجه به حروف اصلی اون کلمه، در حروف اصلی کلمه یکی از این سه تا باشه یا دو تاش باشه، این حروف اله رو داشته باشه، یکی از اینا داشته باشه، دیگه کافیه، بهش میگیم کلمه معتل. اما کلمه صحیح به کلمه گفته میشه که حروف اصلی آن خالی از این سه حرف باشه، یعنی یکی هیچ کدوم از این سه حرف در حروف اصلی او نباشه. مثلا شما کلمه نصره رو دقت کنید، نصر به معنای یاری کردن، نصره به معنای یاری کرد. این نصره فاعل فعلش نونه، عین الفعلش صاده و لام الفعلش راست. در هیچ کدوم از فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل شما حرف اله نمیبینید، نه واو داره، نه یا داره، نه الف داره. یا در کلمه اکله، اکل به معنای خوردن، شما در حروف اصلی اون که همزه است و کاف و لامه هیچ وقت حرف اله نمیبینید، واو نمیبینید، یا نمیبینید، الف نمیبینید. این کلمه بهش میگیم کلمه صحیح. اما در مقابل یک کلماتی است که شما در حروف اصلی او یکی از این سه حرف رو میبینید. مثلا کلمه بیع، بیع به معنای خرید و فروش، خریدن یا فروختن، هر دو معنا داره، از ازداده، یعنی هم باعه به معنای خرید داریم و هم باعه به معنای فروخت داریم. یعنی از کلمات ازداد، کلمات ازداد یک کلماتی هستن که دوتا معنای ضد هم دارند. ما اینجور کلمات داریم، کتابهایی در این زمینه نوشته شده. حالا کلمه بیع عنایت بفرمایید، فاعل فعلش باست، عین الفعلش یاست، یا هم از حروف اله است. بس یکی از، پس یکی از حروف اصلی این کلمه بی حرف اله است، بس کلمه بی میشه کلمه معتل، یعنی اله دار، از اسمش معلومه.
پس کلمه اگه حروف اصلیش خالی از حروف ال باشه کلمه صحیح، اگه دارای حرف ال باشه یک کلمه معتله. اما کلمه معتل اقسامی داره که اینجا نوشتیم، عنایت بفرمایید. یا معتل الفا، یعنی فاعل فعل اون کلمه، حرف اول از اون حروف اصلیش حرف ال باشه که بهش میگیم معتل الفا، فاعل فعلش حرف ال است. معتل العین، یعنی عین الفعلش حرف ال است. معتل اللام، لام الفعلش حرف ال است. معتل الفاء و اللام، یعنی هم فاعل فعلش اولش و هم لام الفعلش اون طرف آخرش حرف ال است. معتل الفاء و العین، یعنی دو تای اولش فاعل فعل و عین الفعلش شاید حرف ال باشه. معتل العین و عین و لام، دو تای آخرش یعنی عین الفعل و لام الفعلش حرف ال است. البته اینجا هم اگه کتاب رو عنایت بفرمایید یه کلمه هم نوشته، یعنی یه قسم دیگری نوشته معتل الفاء و العین و اللام، یعنی هر ستاش حرف ال باشه. این البته زیاد چون که موردی نداره بنده اینها رو ننوشتم، فقط این ششتا رو عرض کردم: معتل الفاء، معتل العین، معتل اللام، معتل الفاء و اللام، یعنی این طرف و اون طرفش حرف ال باشه، وسطش حرف ال نباشه. معتل الفاء و العین، دو تای اولی حرف ال باشه یا دو تای آخری حرف ال باشه. اما اسمهای اینها در اصطلاح علم صرف به اون کلمه‌ای که معتل الفاء باشه، یعنی فاعل فعلش حرف ال باشه، بهش کلمه مثال اطلاق میشه. کلمه مثال، مثل کلمه وعد، اسم یا وعده چه فعل باشه. این وعد رو شما عنایت بفرمایید وابش فاعل فعله، عینش عین الفعله و دالش لام الفعله. خیلی خوب، اینجا لام الفعلش که داله حرف ال نیست، عین الفعلش که عینه حرف ال نیست، اما فاعل فعلش که وابه میبینید حرف ال است. پس کلمه وعد یا کلمه وعده یه کلمه صحیح نیست، معتله. اونم معتل الفا، یعنی فاعل فعلش حرف ال است که به یه کلمه ای که معتل الفا است در اصطلاح بهش میگن چی؟ مثال. پس مثال به کلمه معتلی گفته میشه که حرف اولش یعنی فاعل فعلش حرف ال باشه. معتل العین، یعنی عین الفعلش اون وسطش حرف ال است که در اصطلاح بهش میگن اذوف، یعنی توخالی، یعنی حرف وسطش حرف ال باشه. مثل کلمه قول یا قوله چه تبدیل میشه قاله، یا بیع مثل خوف، اینها میبینید عین الفعلش که وسطش باشه اینها حرف ال است که در اصطلاح بهش میگن اذوف. یا معتل اللام که لام الفعلش حرف ال است چه بهش میگن ناقص، دنبوریده، چه اون طرفش آخرش از حرف ال ناقص، از حرف صحیح ناقص باشه، یعنی حرف ال باشه. مثل کلمه رمی به معنای پرتاب کردن، تیراندازی کردن، این رمی رو شما میبینید فاعل فعلش راست حرف ال نیست، عین الفعلش میمه حرف ال نیست، اما لام الفعلش یاست چه اینجا میبینیم حرف ال است. پس فلزا رمی معتل اللامه، یعنی معتله، و معتل اللامه چه در اصطلاح بهش میگن ناقص. یا معتل الفاء و اللام، یعنی این طرف و اون طرفش یعنی اولش و آخرش حرف ال است. مثل وفیه چه میشه وفا، این وفیه رو شما دقت کنید فاعل فعلش واو حرف ال است، آخرش یاس که تبدیل میشه به الف حرف ال است، فقط وسطش که عین الفعلش باشه فا او حرف ال نیست، یعنی معتل الفاء و لام، هم فاعل فعلش و هم لام الفعلش. چه در اصطلاح به این کلمه میگن لفیف مفروق. مفروق یعنی جدا شده. شما ببینید دو تا حرف ال داره، اما دو تا حرف ال از همدیگه جداند، یعنی یکی این طرفه یکی آخره، وسطشون یک کلمه یه حرف دیگه فاصله افتاده، به خاطر همین میگن مفروق، یعنی جدا شده، فرق جدا شده. لفیف یعنی پوشیده، پیچیده، چون که دو تا حرف یعنی حرف ال درش زیاده بهش میگن لفیف. لفیفی که مفروق اون حروف ال از همدیگه جداند. یا معتل الفاء و العین، دو تای اولی، شما کلمه ویل رو دقت کنید، ویل لکل همزه لمزه، ویل للمطففین، این کلمه ویل، این فاعل فعلش واو که حرف ال است، عین الفعلش یاس که حرف ال است،
فقط لام الفعلش لامه چه حرف اله نیست. اینجا این کلمه رو بهش میگیم معتل الفاء والعین، چه در اصطلاح صرفی اسم اصطلاحیش لفیف مقرونه. مقرون یعنی قرین، هم نزدیک هم. لفیف یعنی پوشیده است، پیچیده است، حرف اله درش زیاده و در کنار هم هم هستند. معتل العین واللام یعنی دوتای آخری، عین الفعل و لام الفعل حرف اله است. مثل کلمه حی شما میبینید حیه مشدده، هر دو مشددم اصلیه. ها فا الفعل چه حرف اله نیست، اما عین الفعل یاست و لام الفعل هم یاست. عین الفعل و لام الفعلش حرف اله است که بهش میگیم معتل العین واللام، چه اسم اصطلاحیه. این هم مثل قبلی لفیف مقرونه. پس لفیف مقرون به کلمه ای میگن که دو تا حرف اله داشته باشه، اون دو تا حرف اله در کنار هم باشن، یا حالا فا الفعل و عین الفعل چه اینها این طرف در کنار همن، یا عین الفعل و لام الفعل چه اون طرف در کنار همن. پس خلاصه این شد که ما کلمه رو به لحاظ حرف اصلی تقسیم اولش رو گفتیم، یا کلمه صحیحه یا کلمه معتله. کلمه صحیح اینه که آن کلمه‌ای که حروف اصلیش از حروف اله خالی باشه، یعنی در حروف اصلی این حرف اله نباشه. هر کلمه معتل به کلمه‌ای گفته میشه که حروف اصلی یکیش یا دوتاش یا سه‌تاش اگه باشه حرف اله باشه، یکی باشه کافیه چه بهش بگیم معتل. حالا این هم تقسیماتی داره، یا مثاله چه اولش فقط معتل الفا، یا اجوف معتل العین، یا ناقص معتل اللام، یا لفیف مفروغ اول و آخرش، یا لفیف مقرونه چه فاء الفعل و عین الفعل، یا عین الفعل و لام الفعلش حرف اله باشه. باز در اینجا یه تذکرم به عزیزان بدم و اونم اینه که باز تکرار میکنم ملاک فقط حرف اصلیه. فلذا شما در کلمه مثلا عالم، کلمه عالم نمیتونیم بگیم عالم معتله به خاطر اینکه الف داره، نه، چون که اون الف حرف اصلی نیست. عالم رو چه شما دقت میفرمایید با توجه به حروف اصلیش، حروف اصلیش چیه؟ عین و لام علمه. این علمه ببینید حرف اله داره یا نداره، چه این نداره. خیلی خب، وقتی نداره میشه کلمه صحیح. پس ملاک صحیح بودن کلمه یا معتل بودن فقط حرف اصلیه، حرف زاید درش دخیل نیست. این یک نکته. نکته بعدی یعنی تقسیم بعدی برای کلمه عرض میکنیم، تقسیم دوم برای کلمه، کلمه یا محموزه یا غیر محموزه. از اسمش پیداست، محموز یعنی همزدار، همزدار شده. محموز به کلمه ای گفته میشه که باز هم مثل معتل حروف اصلی صحیح، یعنی تقسیم اول بحث ما روی حروف اصلی است. محموز به کلمه ای گفته میشه که یکی از حروف اصلی آن کلمه همزه داشته باشه. حالا فرق نمیکنه فاء الفعلش باشه، عین الفعلش باشه، یا لام الفعلش باشه. مثلا شما کلمه امره رو دقت کنید، امره به معنای امر کرد، دستور داد، فرمان داد. اینجا فاء الفعلش همزه است، عین الفعلش میمه، لام الفعلش هم راست. شما میبینید فاء الفعلش همزه داره، پس این کلمه کلمه محموزه. بهش هم میگن محموز الفا، یعنی کلمه ای که محموز الفا است، یعنی فاء الفعلش همزه داره. کلمه سعله رو دقت بفرمایید، سعله فاء الفعلش سینه، عین الفعلش همزه است. میبینید همزه در وسط عین الفعل قرار گرفته. باز هم این کلمه رو بهش میگیم کلمه محموز، منتها محموز العین. و کلمه قرعه در نهایت آخرش یعنی لام الفعلش همزه است که بهش میگیم محموز اللام. در هر حال سه فاء الفعلش، سه عین الفعلش، سه لام الفعلش اگه همزه داشته باشه بهش در اصطلاح بهش میگیم محموز. حالا محموز الفا مثل امره، محموز العین مثل سعله، و محموز اللام مثل قرعه. اگه یه کلمه باشه هیچ کدوم از فاء الفعل و عین الفعل و لام الفعلش همزه نداشته باشه، مثل نصره، شما میبینید همزه نداره، مثل همه این مثالا که اینجا نوشتم، ببینید وعده همزه نداره، قول همزه نداره، رم همزه نداره، وفا همزه نداره، اون الف با همزه فرق میکنه، ویل همزه نداره،
حی همزه نداره، هر کلمه‌ای که همزه نداشته باشه در اصطلاح بهش میگیم کلمه غیر محموز. باز هم در اینجا تکرار میکنم، ملاک حرف اصلیه. شما مثلا کلمه اعلمه رو دقت بفرمایید، کلمه اعلمه، اعلمه یعلم و اعلام از باب افعال اعلمه، این اعلمه رو ما نمیتونیم بگیم محموزه، با اینکه اعلمه همزه داره، همزه داره، اولش همزه است اعلمه، منتها این همزه ملاک نیست. چرا؟ چون که ملاک ما در محموز بودن یا غیر محموز بودن فقط حرف اصلی کلمه است. اعلمه صرف استش علمه که در این علم همزه وجود نداره، فلذا اعلمه یه کلمه غیر محموزه. این هم یه تقسیم. تقسیم سوم و تقسیم آخر، تقسیم کلمه به مضاعف و غیر مضاعف، یا مضاعف و غیر مضاعف در اصطلاح بهش میگن. کلمه مضاعف کلمه ای هست که دو تا حرف کنار هم، دو تا حرف کنار هم، مثلا شما دقت کنید امره حتما فاعل فعل و عین الفعل در کنار همه، اینجا همزه فاعل فعل، میم عین الفعل، در کنار همه، یا عین الفعل و لام الفعل، یعنی اول و وسط یا وسط و آخر این کلمه، چه بهش میگیم کلماتی که کنار هم، حروفی که کنار همه. کلمه مضاعف به کلمه میگن که دو تا حرف کنار هم، یعنی فاعل فعل و عین الفعل، یا عین الفعل لام الفعل آن کلمه هم جنس باشه، مثل هم باشه. مثلا شما دقت بفرمایید در کلمه عربی، مثلا مده که اصلش مدده هست، این مدده دو تا حرف کنار هم که یکی عین الفعل و دیگری لام الفعل، این عین الفعل و لام الفعل میبینید که از دو تا حرف همجنسه، یعنی مثل همه، فلذا مدده بهش میگیم یک کلمه مضاعفه. یا اول و وسطش، یعنی فاعل فعل و عین الفعل این کلمه، کلمه همجنس باشه، باز بهش میگیم مضاعفه. مثلا کلمه مثل کلمه ددن به معنای لهو و لعب، به معنای لهو و لعب، این مضاعفه. چرا؟ چون که دو تا حرف کنار هم چه فاعل فعل و عین الفعل باشه مثل همه. خیلی خوب، مثل هم باشه باز مضاعفه. البته یه نکته رو دقت بفرمایید در مورد مضاعف، که مضاعف ها غالبا از قسم اول هستند، یعنی عین الفعل و فاعل، عین الفعل و لام الفعل اونها هم جنس هستند. ما کلمات مضاعفی که اول و دومش، یعنی فاعل فعل و عین الفعلش مثل هم باشه در افعال نداریم، در اسمها خیلی کم داریم. یعنی غالب مضاعف ها شما قسم اول که عین الفعل و لام الفعل هم جنس هست، اینها رو زیاد در کلام عربی مشاهده میفرمایید. پس در هر حال کلمه مضاعف به کلمه ای گفته میشه که دو تا حرف کنار هم، یا اول دوم یا دوم و آخر، این کلمه هم جنس باشه، مثل هم باشه، به این میگیم مضاعف. البته دقت بفرمایید لازم نیست حتما ادغام هم شده باشه، همین که هم جنس باشه مضاعفه. حالا چه ادغام شده باشه، مثلا الان مده ادغام هم میشه، میشه مده، مضاعف بهش میگیم. کلمه ددن ادغام نمیشه، همین که دو تا حرف هم جنس شد این دیگه کافیه که ما به اسم مضاعف اینها رو بخونیم، دیگه لازم نیست که حتما ادغام هم بشن. کما اینکه کلمه معتل چه گفتیم، معتل بعضی وقتا تغییر میکنه، بعضی وقتا تغییر نمیکنه، مثلا قوله تبدیل میشه به قاله، بعضی وقتا هم بعضی از کلمات دیگه حرف علش تغییر نمیکنه، اینا مهم نیست. معتل کلمه است که حرف اله داشته باشه، حالا چه تغییر بکنه چه نکنه. مضاعف هم اون کلمه ای که دو تا کنار حرف کنار هم همجنس باشه، حالا ادغام بشه یا نشه ای به این دخلی نداره و ربطی نداره. پس خلاصه این شد که کلمه یا صحیحه یا معتل با توجه به حروف اصلی، کلمه یا مضاعف یا غیر مضاعف باز با توجه به حروف اصلی، کلمه یا مضاعف یا غیر مضاعف باز با توجه به حروف اصلی. یه مثالی هم برای مضاعف میزنم که ظاهرش مضاعفه اما در واقع بهش مضاعف نمیگن. ما گفتیم حروف اصلی ملاکه، حروف اصلی اگه دو تا حرف هم جنس کنار هم باشه بهش میگیم مضاعف. مثلا کلمه شما علمه رو دقت کنید، کلمه علمه، این کلمه علمه
به ظاهر نگاه میکنیم دو تا لام هم همجنسه دیگه، اینا کنار هم قرار گرفته، شاید بهش بگیم مضاف، در حالی که اینجوری نیست. علمه یه کلمه غیر مضافه. چرا؟ چون که ما عرض کردیم ملاک ما ملاک حروف اصلی است. شما اگه بخواید بگی که علمه مضافه یا غیر مضاف، معتله یا صحیح، محموزه یا غیر محموز، باید بری سراغ حروف اصلی علمه. خیلی خوب، ما حروف اصلی علمه چیه؟ عین و لام و میم. عین و لام و میم، ببینیم آیا دوتا حرف کنار هم، یعنی فاعل فعل و عین الفعل یا عین الفعل و لام الفعل، همجنسه؟ نه، همجنس نیست. پس علمه یه کلمه مضاعف نیست، با اینکه مشدد هست اما مضاعف نیست. پس ملاک ما در تشخیص مضاعف و غیر مضاعف، در تشخیص محموز و غیر محموز، در تشخیص صحیح و معتل، فقط و فقط لحاظ حروف اصلی است. یضربو با اینکه الان حرف ال داره اما صحیحه، چون که صرف اصلی است، ضرب از حرف ال نداره. علمه با اینکه الان همزه داره اما محموز نیست، غیر محموزه، به خاطر اینکه اون همزهش حرف اصلی نیست. معلم یا علمه با اینکه در ظاهر تشدید داره اما مضاعف نیست، غیر مضاعفه، به خاطر اینکه مضاعف و محمود در مضاعف، در محموز، در معتل، ملاک ما فقط ملاک حرف اصلی است فقط. این یک نکته که عنایت بفرمایید. نکته بعدی که میخوام عرض کنم اینه که این تقسیماتی که گفتیم، یا صحیح و معتل، محموز و غیر محموز، مضاعف و غیر مضاعف، اینها در کلمات ثلاثی، یادتون باشه ما در بحث بنای کلمات گفتیم که کلمات یا ثلاثیه یا رباعیه یا خماسی اگه اسم باشه، البته فعل خماسی نداره اما اسم باشه خماسی هم داره، در هر حال یا ثلاثی یا رباعی یا خماسی، که در وزنا هم گفتیم که رباعی و خماسی دو تا لام داره، خماسی سه تا لام داره و الی آخر. این تقسیمات که گفتیم کلمه یا صحیح یا معتل، محموز غیر محموز، مضاعف غیر مضاعف، اینها در کلمات ثلاثی فقط جاری میشند. این تقسیمات به کلمه ثلاثی میگن صحیح یا معتل، محموز یا غیر محموز، مضاعف یا غیر مضاعف. این تقسیمات در رباعی یا خماسی جاری نمیشه، فقط در مضاعف رباعی یه تعریفی داره که در رباعی هم مضاعف میگن، منتها یه جور دیگه، نه اینکه در کنار هم. یادتون باشه این نکته رو دقت کنید، هرگاه دیدید در یک کلمه دو تا حرف همجنس کنار هم قرار گرفتند، حتما بدونید. مثلا اینجا قردد در پاورقی هم عنایت بفرمایید، قردد رو نوشته، دو تا دال در مثل همند و در کنار هم هستند، امکان نداره این رباعی باشه. ما در رباعی و خماسی دو تا حرفی که کنار هم باشند ما اصلا نداریم. اگه دو تا حرف کنار هم بودند، بدونید یکی از نشانه های اینه که این ثلاثیه و رباعی خماسی نیست. این تقسیمات فلزا در یا در بحث حروف اله و اینا، ما در رباعی یا خماسی ما هم چیزی نداریم. این تقسیمات که عرض کردیم مال ثلاثی است، مال ثلاثی است. فقط در مورد رباعی به یه قسمی از رباعی ها مضاعف گفته میشه که فاعل فعل با لام الفعل اول و عین الفعل با لام الفعل دوم یکسان باشه. اینا مثل زلزله، مثل کب کبه، اینها رو در اصطلاح بهش میگن مضاعف. منتها تأثیری نداره اون احکام مضاعف چه ادغام و ایناست، چون که اینها فاصله است، این دوتا حرف همجنس بینشون، احکام مضاعف چه ادغام و ایناست در اینا جاری نمیشه. در هر حال بهش مضاعف گفته میشه. پس مضاعف ثلاثی با مضاعف رباعی فرق داره. مضاعف ثلاثی همین بود که عرض کردیم، دو تا حرف کنار هم، چه فاصله نباشه، اصلی البته، دو تا حرف اصلی کنار هم حروف اصلی رو لحاظ میکنیم، دو تا حرف کنار هم فاعل فعل و عین الفعل یا عین الفعل و لام الفعل، حرف همجنس باشه بهش میگیم مضاعف. اما اگه گفتن مضاعف رباعی، اون دیگه یه تقسیم دیگه داره. در رباعی هیچ وقت دو تا حرف کنار هم یک حرف همجنس، یعنی دو حرف همجنس نمیشه، حتما فاعل فعل با لام الفعل اول و عین الفعل با لام الفعل دوم یکسان، یعنی همجنسه. چه دیگه اثرات رباع مضاعف چه ادغام و ایناست، اینها در اینها وجود نداره. یه نکته ای هم در مضاعف عرض میکنم،
چه ما گفتیم در مضاعف حرف اصلی ملاکه. شما کلمه مداد رو عنایت بفرمایید یا کلمه فرار رو دقت کنید، ولا یمکن الفرار من حکومت. این فرار، این رو با ثلاثیه سرفصلی فرار است، این مضاعفه. با اینکه در ظاهر این را با این را در کنار هم نیست، اما ما عرض کردیم ملاک حرف اصلیه، حرف اصلی این فرار رو دقت کنید، فرر، میبینید عین الفعل با لام الفعل از کلمات همجنس و مثل همان، فلذا بهش مضاعف گفته میشه. اون مضاعف رباعی هم یادمون نره. این یک نکته. نکته بعدی اینه که یه کلمه امکان داره صحیح باشه، محموز باشه و مضاعف هم باشه، امکان داره معتل باشه و محموز باشه و مضاعف باشه. ما چند تا مثال در کتابم هست، ان شاء الله مراجعه می‌فرمایید. شما کلمه نصره رو دقت کنید، یک کلمه نصره، این نصره رو با این تقسیم لحاظ کنید، نصره صحیح یا معتل؟ می‌بینیم حرف ال نداره، بس نصره کلمه صحیحه. اینجا محموز یا غیر محموز؟ می‌بینیم نصره حمزه نداره، میشه غیر محموز. مضاعف یا غیر مضاعف؟ میبینیم که دو تا حرف چناره هم همجنس نیست، مثل هم نیست، فلذا میشه غیر مضاعف. پس نصره یک کلمه صحیح غیر محموز غیر مضاعفه، صحیح غیر محموز غیر مضاعفه. یا یک کلمه امره رو شما دقت کنید، امره یک کلمه صحیحه چون که حرف اله نداره، اما یک کلمه محموزه و یک کلمه غیر مضاعف چون که دو تا حرف کنار هم، یعنی مثل هم در کنار هم نداره، کلمات همجنس نداره. یا میتونه یک کلمه محموز باشه و مضاعف هم باشه، مثل کلمه ابا، عنایت بفرمایید در قرآن هم هست، پاچهتن و ابا، کلمه اب، کلمه اب، اینو عنایت بفرمایید کلمه صحیح یا معتل؟ قطعا صحیحه چون که حرف ال نداره، اما محموز هست، محموز الفاست، فاعل فعلش حمزه هست و مضاعف هم هست، دو تا با در کنار هم قرار گرفتن. اینها یعنی امکان تداخل هست، یه کلمه صحیح باشه، محموز باشه، مضاعف باشه، صحیح باشه، غیر محموز باشه، غیر مضاعف باشه و الی آخر. نکته پایانی اینه که اگه یک کلمه‌ای صحیح باشه، یعنی حرف اله نداشته باشه، غیر محموز باشه، یعنی همزه هم نداشته باشه و مضاعف هم نباشه، یعنی دو تا حرف کنار هم همجنس نباشه، به همچین کلمه‌ای در اصطلاح بهش میگن سالم. یعنی کلمه سالم به معنای صحیح نیست، کلمه سالم به کلمه‌ای گفته میشه که حرف اله نداشته باشه، همزه نداشته باشه، حرف مشدد نداشته باشه. مثلا کلمه نصره یک کلمه سالمه چون که اله نداره، همزه نداره، مضاعف هم نیست، این کلمه سالمه. یه کلمه امکان داره صحیح باشه اما سالم نباشه، مثلا کلمه امره رو دقت کنید، امره صحیح هست چون که اله نداره اما سالم نیست، چون که کلمه سالم باید نه اله داشته باشه، نه همزه داشته باشه، نه مضاعف باشه. امره درست حرف اله نداره اما محموس هست، فلذا کلمه سالم بهش گفته نمیشه. فلذا هر وقت اطلاق شد کلمه سالم، یعنی کلمه‌ای که هم صحیح هست، هم غیر محموز و هم غیر مضاعف، اینها رو باید لحاظ کنیم، هر کلمه رو جداگانه بررسی بفرمایید. ان شاء الله ادامه مباحث در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.